دارم برای همگیتون تنگ میشه. بالاخره از شرت نجات پیدا کردم. منم دیگه از شر تو یکی راحت شدم. موفق باشی. قربون شما. نکنه اینا خالی باشه. نه بابا خالی. مطمئن باشه. آره. حتما میام پیشت. ما رو فراموش نکنی. دیگه سری به ما بزن. بابا خوشنود. یه وقت این ماشینا رو خراب نکنی. پدر ما رو که درآوردین رئیس حساب داره. دست شما راقبی. خجالت هم میگه. قربونت برم. بفرمایید. قابل شما رو نه شرمنده میکنم. آقا زنده باشه. خدا حفظش. خدا. این شطوریه که در خونه هر کارمندی میخواد آقای درش. برای خونه شما هم میخواد. خدا حافظ. سری بهتون میزنم. مطمئن باشید. خدا حافظ. خدا حافظ. قربون شما برم. بفرما. خواهش میکنم. انشالله که برقرار باشید آقای داشت. قربونت برم. بشه. مبارک باشه آقای داشت. قربونت برم. حالت چطور آقای داشت با؟ دست شما این هم تمرایی که میخواستی. دستت درد نکن. نگی داشبان رفت و تمام. همینجوری تمرا رو برام جمع کن. از امروز دیگه خودت هم مثل تمر باطله از دور خارجی. بابا ای والا. حالا دیگه ما شدیم کامیون اسکاتی از دور خارج. خدا نکنه عروسی دختر خانومت ما رو هم خبر کن. فعلا که سرش تو درس کتابه. قربون شما. خداحافظ. آیده شما موازه پله ها باشیم موازه به مارو جا ای موقع انجام دادن آزمایش خیلی دقت کنید چون نتیجه آزمایش و گزارشی که از اون تعیین می‌کنید روی نمره میان ترم خیلی تاثیر می‌ذاره لطفا شروع کنید محبوبه فرمولو یه جور بذار منم ببینم
میگم فرمولو یه جور بذار منم بگم. امان از دست تو یاسمی، تو دبیرستانم همینطوری بودی و همیشه کی به دادم میرسید؟ خانم مادام کوری. عالیه خانم درستان. متشکرم. نه جدی میگم، این تجزیه، نه این تقریب، ببخشید یعنی این ترکیب خیلی خوب انجام شده. وقتی همه نکات رای، بله البته حق با شماست، همه نکات رایت شده. یعنی میدونم چیزه، منظورم اینه که هر کاری راه و رسم خودشه داره. مگه نه؟ مواظب باشی. بله. سلام محبوب خانم. کیوان خسته نباشی. مادر ما حاضریم. سلام. سلام. سلام آقا کیوان، خسته نباشی. سلام. بیا تو. چه خبرته؟ نزدیکو سلام له کنی. کی به تو گفته با این پسر سلام علیک کنی ها؟ چه عیبی داره؟ اصلا ازش خوشم نمیاد. دیگه هم نبینم باش خوشو بش کنی ها. حالا تو بهشون جواب رد دادی که نباید دوستی منو کیوان هم بخوره. اصلا چه معنی داره تو با بزرگتر از خودت دوست بشی؟ چیه؟ در علاقت کامیون ماک میمونه. هم سلام هم بازنشستگی مبارک. ممنونم دختر گلم. بخور دهن تو شیرین کن. سلام دخترم، خسته نباشی. باز که خودت داری تعمیر میکنی. اگه من تعمیر نکنم کی هست که بیاد کمکم؟ آخه تا کی؟ تا وقتی بابات با بازنشستگی من موافقت کنه. چی نگاه میکنی بابا؟ تقدیرنامه آقای بهرام دشتبان، با تشکر از زحمات. این چه وضعیه؟ دوشنبه بازار رو انداختی؟ تو رو خدا نگاه کن، مثل بچه ها کاداشو ریخته دورش، داره باشون بازی میکنه. این هم به جای تبریک گفتنشه. وا من که وقتی وارد خونه شدی تبریک گفتم. محمود اون چارپایه و میخو چکاشو برده بیار. چشم بابا. میبینی خونه مثل دست گلمو به چه روزی انداخته؟ وای دختر حواست کجاست مادر؟ متوجه نشدم ببخشید. صبر کن برم یه جارو بیارم. نه جمعش میکنم. دستاتو میبرم بابا جون. اون گلدن قشنگه شکست. بلای سرش. تو فضولی نکن. هر کاری اون بکنه اب نداره. همه چی برای محبوبه، محبوبه، محبوبه. میخوای چیکار کنی؟ این که جاش تو اتاق پذیرایی نیست. لابد جاش تو اتاق خوابه. بله. بذاریش تو حال بهتره. باید جلوی چشم باشه. خب جلوی چشم باشه اما تو حال
نه تو اتاق پذیرایی. گفتم اینجا جاشه بابا. این نتیجه 33 سال کار با افتخاره. بازم خوبه از تو قدردانی شده، اما من چی؟ تعمیرات خونه، خرید و پخت و پز، دوخت و دوز و هزار کار دیگه. چه خبرته؟ ترمز بریدی؟ گفتم اونجا نه. بلش من. عجب مردیه. آه چی شد آخه؟ به قول شاعر، رسید مژده که ایام غم نخواهد. سلام آقای دشمن. سلام جانم. بفرمایید. نوش جان صرف شده. سلام علیکم آقای دشمن. سلام از ما، از آقا محسن گل. چطوری بابا؟ خوبی؟ سلام آقای دشتبان. سلام سید حسن آقا. آقای دشتبان کلم برگ نخر، خانمتون همیشه گل کلم میخره. بله من میخوام کلم برگ بخرم. بگی بکش. باشه. خب چطوری بابا؟ خوبی؟ سلام علیکم مخلصم. چطور آقای دشتبان؟ راستی آقای دشتبان خانم چطورن؟ خانم ها برای دستور دادن همیشه خوبه. بفرمایی. اینه هم 1 کیلو گوشت گوسفندی. من 2 کیلو میخوام، اونم گوساله. ولی خانمتون هر وقت میاد بلن که من اومدم و میگم 2 کیلو گوشت گوساله. نمیفهمم. یکی نیست به این فروشنده ها بگه آخه بابا به شما چه مربوطه که دخالت میکنی؟ اینو نخر، اینو بخر. سیب قرمز چرا؟ سیب سبز بخر. تره نه ریحون، کوفت نه زهرمار. اینا چی خریدی؟ این که همش کار نارسه که. اینم که همش له شده. تو دیگه چیزی نگو. به جای اینکه بگی دستت درد نکنه هی غر میزنی. تو این روزا چت شده، اصلا نمیشه دو کلوم باهات حرف زد. به این نق و نقا میگی حرف؟ چپ میرم راست میام ایراد میگیری. این کارو نکن، اون کارو بکن، اینا رو اونجا بذار. کمکت کردم این دست مزد بشه؟ شایدم فکر میکنی رئیس خونه تویی. به این میگی کمک؟ به این که پاشدی دو قدم رفتی دم دکون. تازه اگه بخوای بدونی این من بودم که زندگی رو میچرخوندم. معلومه که باید رئیس خونه باشم. بسیار خوب، حالا که اینطور شد اصلا خرید بیخواد. اگه اصرار میکنم به خاطر اینه که کیوان محبوبه رو خیلی دوست داره. ولی نظر نظر خودشه. شما قبلنم 2-3 بار تشریف آوردین و گفتیم نه. خب اونا از روی عجله بوده. محبوبه باید بدونه کی به خواستگاریش اومده. پسر من ماشاءالله هزار ماشاءالله از همین الان همه چیزش حاضره، خونهش، زندگیش. محبوبه حتما فکرشو کرده و گفته نه. این حرفا بهانه است. زیر زبون دخترتونو بکشین ببینین نظرش چیه. میگه با کسی ازدواج میکنم که تحصیلاتشو فکرش تو مایه های خودم باشه. اما پسر شما چی؟ منظورتون چیه؟ میخواین بگین دانشگاه نرفته؟ خب معلومه پسر من دیپلمش هم به زور گرفته، اما میخوام ببینم این تحصیل کرده ها چه گلی به سرشون زدن. وای چشمام. خدا مرگم بده. بفرمایید.
لایق شما همون تحصیل کرده های آسمون جله. خانم شکوری، همه چی که پول نیست خانم. آره، مثل دشبان بیچاره که همیشه واسه یه لقمه نون از صبح تا شب همینطوری میدوه. قرار نبود شما راجع به شوهر من حرف بزنید. بس دیگه خانم شکوری، احترام خودتون نگه دارین. خیلی خوب، شما هم دیگه زیادی جس نگیرین. خیلی هم دلتون بخواد که کیوان جون من دامادتون بشه. خودش هزار تا طرفدار داره خانوم. برین خانوم، برین یکی از همون طرفداراشو پیدا کنین. برین ببینم. خب معلومه که میرم. حالا که اینطور شد، من هزار تا مثل محبوبه رو با یه لنگ کفش کیوان عوض نمی کنم. من از بیگانگان هرگز ننالم. احمد، احمد. بله. به این مامانت بگو لباس شویی رو روزی 100 دفعه روشن نمی کنم. اینو بهش بفهمون. محمود، مادر بهش بگو تو نمیخواد یاد من بدی. بابا، مامان، من دارم گیج میشم. بالاخره من احمدم یا محمود؟ احمد اسم خدا بیامرز پدر بزرگته. نه مادر، اسم تو محموده، خودم روت گذاشتم، به مریم و محبوبم میاد. در ضمن این لباسا جنسشون و رنگشون با هم فرق میکنه، باید جدا شسته بشن. یک ماه داری با من لجبازی میکنی، یک ماه تموم. باش خودشو بگو، نمیذارم حرف حرف تو باشه. بدش من، بدش کن، خودم میدونم چکار بکنم. بدش کن، خودم میخوام. آخه من از دست تو چقدر یه دنده و لجبازی. آخه کار تو نیست من، خجالت بکش، این کارا کار تو نیست. فیل کن بابا، فیل کن. بلدی لباس بشونی. چیکار کنم از دست این من؟ ای با چرا همچین میکنی؟ خرابش میکنی؟ ات نشون میدم که میشه یا نمیشه. ببین چیکار میکنه. همینجوری داره همه رو با فشار میده. بله، راهش همینه. فروت رو همینطوری با قوطی کرد توش. وای، یعنی چی؟ اصلا به جهنم. وقتی تو دلت نمیسوزه من دلم میسوزه. خرابش کن، اصلا بزن بسوزونش. خراب میشه. بشه، مال خودمه. خیالت راحت شد خرابش کردی؟ مال خودم بود. خوش به حالت. بابا جان، اون کتابچه راهنما رو برده. بعد از یک ماه من نباید یه لباس تمیز داشته باشم؟ هر کی لباس شویی خراب کرده خودش هم چنگ میزنه میشوره. احمد، پس این کتابچه راهنما چی شد؟ بفهم. بابا، چرا این همه سال مرتبشو نکردی؟ مگه کار اداره اجازه میداد بابا؟ چه روزگاری بود؟ این مال وقتیه که با مادرت عروسی کرد. چه ایامی بود. کت و شلوار دامادی، موهای فکری و روغن زده، دیگای پلو رو آتیش، صدای کل زنا. من نه موهامو فکری میکنم نه زن میگیرم. چرا؟ چرا؟ میترسم وقتی که بازنشست شدم همش دعوامون بشه. بیا بابا، اینم یکی دیگه. خوشا شیراز و وضع بی مثالش.
دلم برای مریم و شوهرش تنگ شده. چه نازنین دامادی. وایش جلو نیا. چی کار میکنی زن؟ حواسم نبود. حواسم نبود. ادایی منو در میاری؟ بیچارم کردی، داغونم کردی زن، زندگیمو به هم ریختی. من زندگی تو به هم ریختم یا تو خونه رو کردی آشغال دونی؟ هر آشغالی گیرت میاد میزنی به دیوار. دلم میخواد اینجوری دوست دارم. دلت میخواد؟ بله. پس منم اینطوری دوست دارم. اینجا خونه هر جور که دلم بخواد دارش میکنم. آقا تازه یادش افتاده که خونم داره. بله که دارم. مگه ناحق میگم؟ هیچ وقت خونه نبودی، وقتی هم بودی همش کار و ماموریت. یه بار نشد بگی زن خسته نباشی. آرزوی همه چی به دلم مونده. تو اصلا هیچی حالیت نیست. هیچی حالیت نیست. من اگه ماموریت میرفتم، دنبال اضافه کاری میرفتم، به خاطر راحتی شما بود اینو بخرم. اونو بخرم. من اگه 24 ساعت ماموریت میرفتم به خاطر شما بود. به خاطر ما؟ کدوم ماموریت؟ بگو گشت و گذار. گشت و گذار؟ تو اصلا هیچی نمیفهمی. من نمیفهمم. بله بله تو اصلا هیچی حالیت نیست. من حالی نیست. بله. خیلی خوب. بله حالیت میکنه. این از این. ای وای ای وای ای وای. این خبر کشیل کنه. من اشاره میزنی. فکر کردی من بگیر. با من لش میکنی. بگیر. به من پرد میکنی. حالا نشونت میدم. نشون بده ببینم. حالا میدونی این قباره کجاست؟ به من قباره رو برسونی. قباره کجاست؟ برای من درست کرده. خونم شد آشغال دونی یا رفت؟ آشغال دونی بود. سه طلاقت میکنم. مرد و حرفش. اگه این کارو نکردم اسممو عوض میکنم. سه طلاقت میکنم. طلاقو میکنین گرزو میکوبین تو سر زنا. کور خوندی آقا؟ دیگه تموم شد. همه چی تموم شد. دیگه شد. از سر صدا افتادی؟ سلام آقا. سلام از بنده است. زیایی هست؟ بله منتظر شما. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خدافظ شما. خیلی ممنون زحمت کشیدیم. از دوستانشون هستم. ولی نوبت من بود. سلام. سلام. چه خبر آقای دشتبان؟ میخوام زنمو طلاق بدم. بفرمایید. دست بردار آقا بهرام. دست بردار. این چه حرفیه؟ آدم تا عصبانی شد که نباید از طلاق حرف بزنه. از حرف گذشته زیایی جون. سعی نکن منو منصرف کنی. سرم بره حرفم عوض نمیشه. سر پیری و معرکه گیری. از خر شیطون بیا پایین. دیگه راهی نمونده. فقط اومدم اینجا قبل از رفتن به دادگاه از تو بپرسم آیا من مجبورم عین مهریه رو بپردازم یا نه. یعنی همه مهریه رو خواسته؟ تمام و کمال. به هر حال کار درستی نیست. هنوز منو نشناختی اخترالملوک. به من میگن بهرام دشتبان، نه برگ چوغاندر. خیلی عجیبه. چی عجیبه؟ این نوع مهریه ها مربوط به خیلی قدیم. به سن و سال شما نمیخوره. وقتی توی کاشان رفتم خواستگاری خانم که ای کاش قلم پام خورد شده بود و نمیرفتم، وقتی صحبت از مهریه شد، مادر بزرگ خانم خدا بیامرزدش پاشو توی یک کفش کرد و گفت باید مهریه اونی باشه که من میگم. خدا بیامرز با رسم و رسوم زمان عروسی خودش فکر میکرد. پس بعد آشی برات پخته. یعنی میگی؟ بله بله. اگه این مهریهشو خواسته، چون فراهم کردنش خارج از امکان نیست، باید طبق قباله عمل بشه. فراهم میکنه. بله. باشه.
باشه آقا فراهم میکنم. من از مهریش میترسونه؟ فراهم میکنم، حتی اگه زیر گله قاف باشه فراهم میکنم، فهمیدی؟ منو از مهریش میترسونه. آقا رو بیا پسرم، باری کلا بردار ببر، دیگه آخریش بود. بابا میگه پاشی رو بذار اونجا، شما میگی بذار اینجا، هی بذار اینجا بذار اونجا. خوبه که به درس و بخش من کاری ندارید، وگرنه یکی تو میگفت از بالای دفتر بنویس، اون یکی میگفت از پایین دفتر. بگی مادر، بگی، دیگه آخریش بود، برو بالا مادر. فکر نمی کنم خدا. الو، منزل آقای دشتبان؟ بله شما؟ سلام، من آشتیانی هستم، مادر بهروز آشتیانی. به جا نمیارم. بله حق با شماست خانوم. من میخواستم خدمتتون عرض کنم دختر شما تو همون دانشگاهی درس میخونه که پسر من اونجا مربی آزمایشگاهه. میخواستم اگه اجازه بدین برای یه امر خیر خدمت برسیم. امر خیر؟ بله، انشالله هم دیدن هم خواستگاری. وای. الو؟ الو؟ بله بله، میفرمودین. اگه شما اجازه بفرمایید یه وقتی رو تعیین کنیم خدمتتون برسیم. اگه ممکنه چند روز دیگه زنگ بزنین. بسیار خوب، خوشحال شدم از آشناییتون، پس بعداً تماس میگیرم. خداحافظ. محمود؟ بله. بیا اینجا پسرم. بله مادر. بیا اینجا. بابات کجاست؟ مگه نمیدونی؟ نه. رفته مسافرت. مسافرت کجا؟ هرچی پرسیدم جواب نداد. همیشه پا به رکابه، مثل جوونیاش. هنوز یه هفته از عروسیمون نگذشته بود که راه افتاد و رفت. بعدش هم ماموریت پشت ماموریت. چی بگم مادر؟ حالا معلوم نیست کجا رفته. چی بگم که نگفتنم بهتره؟ یا بریم سند آزادی من. سلام مامان. سلام مادر. محبوبه، آقای آشتیانی کیه؟ چطور مگه؟ میشناسیش؟ بله. میخواد بیاد خواستگاری؟ پس بگو.
خب شما چی گفتی؟ من گفتم باید مشورت کنی، اما دخترم اول نظر خودت شرطه. میدونی چطور آدمیه؟ استادیار دانشگاه مونه، مؤدب، نجیب، سربزیر، خلاصه تو دانشگاه همه از اخلاقش تعریف میکنن. پدرتو هم اول اخلاقش خوب بود، همه ازش تعریف میکردن، اما وقتی میومد خونه کاش میشد خوبی های همو ببینید. مادر، آرزوم اینه که با کسی عروسی بکنی که قد و یه دنده نباشه. عروسی؟ جانمی جان. دلت میاد این حیوانا رو بخری و بسپاری دست قصاب؟ مرد حسابی، من کجا و معامله حیوان کجا؟ به قیافتم نمیاد از اونایی باشی که برای باغ وحش حیوان میبرم. اتفاقا واسه خریدن شتر اول رفتم باغ وحش تهران، ما دیدم اونا خودشونم مشتری شتر. خب پس چی کاری؟ یه زمونی مثل خودت راننده. چونه من فلات شم تو چی بودی؟ نمیدونم، راننده اداره بودم. پس حرفه ای نبودی؟ نه، اولش تو همین کاشون راننده معمولی بودم، بعد دیپلم گرفتم و شدم مسئول ترابری. چیه؟ ترس نداره، مهریه یه مادرته. این چه کاریه بابا؟ آبرومون تو محل میره، مردم میگن میگن دیوونه هست؟ مهم نیست، اگه دیوونه نبودم که مادر تو رو نمیگرفتم. تو رو خدا دست بردار بابا، تو رو خدا. اون باید دست برداره، ای واسه من شاخشونه میکشه، مرگه با حرفه. بشنه چون میده محبوبه؟ بیا تو، مهریه اخترالملوک خانم. چیه این موقع شب؟ چی شده؟ چی آورده؟ مامان، مامان جون، مامان چی شد؟ مامان، مامان جون، مامان. خب، بالاخره چی شد؟ با تلفن مادر آشتیانی یهو همه چی عوض شد، انگار آب ریختن رو آتیش. اینا همش به خاطر علاقه یکی به تو دارن، واسه همینی که فعلا آتش بس اعلام کردن. اما من خیلی میترسم. میدونم برای چی میترسی، واسه اینکه نقطه جوش هر دوشون پایینه، تا چند روز دیگه هم قلقل شروع میکنه به جوش اومدن. بخور بابا، بخور. محمود، برو ببین کیه. چشم. الان میاد. کیه؟ آشتیانی هستم. ببخشید، در قفله، کلیدش هم فعلا گم شده. لطفاً از در پایین تشریف بیارید. اتفاقی بفرمایید از یکی در. کلید در گم شده، اونم درست امروز. ایشالله عروسی سر بگیره. میبینی مامان؟ بیا بریم تو مادر. اما وقتی قرار خواستگار بیاد یک کلید ساز میارن و بس سلام. ایشالا یکی یاد بشید. سلام جانم، خوش اومدید. بفرمایید. بفرمایید. صفا آوردین، قربون قدمتون. خیلی خوش اومدین، بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید بالا. بفرمایید بالا. ببخشید. بیا دیگه. بیا بهشون یه خوش آمد بگو. حلوشون بشین.
اومدم. زود باش. زود باش دیگه. خانم گوش کن چی میگم. قراری که گذاشتیم یادت نره. بعد از عروسی محبوبه مهریت رو ور میداری و میزنی به چار. تو رو به خیر و ما رو به سلامت. طلاق نامرم بعدم میفرست. حیف که به محبوبه قول دادم، وگرنه میدونستم ها چی کار. خیال میکنی. سلام علیکم. خانم شما بفرمایید. ببخشید. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. حال شما خوبه؟ بفرمایید. چرا نمیفرمایید؟ خیلی ممنون. خوش اومدی. محمود اینجا چی کار میکنی؟ مگه قرار نبود مواظب شطور باشی؟ الان میرم. خب اینم از مهریه، حالا میمونه تاریخ عقد و کی تعیین کنی. عقد و عروسی تو این دوره و زمونه دیگه کسی دوتا جشن نمیگیره. آخه اول زندگیشونه، نباید خرج زیادی بکنه. از اون نظر که بله، ولی نباید کارا رو هول هولکی انجام داد. ولی دایی جون اگه عروس و داماد هر دو راضی باشن اشکالی داره؟ تا محبوبه جون امتحانش تموم نشه که نمیشه. میگم نکنه شما برای تهیه جهیزیه وقت لازم داری. الحمدلله از ما هفت و شطور که جهیزیه نخواستن که تهیهش سخت باشه. اینقدر شیطونی نکن بچه، بگی بشیم بده. ولی حق با خانومتونه، حالا چه عجله ایه؟ پله پله. تو زندگی هزار جور چم و خم هست، مشکلات که فراوونه. خدای نکرده وفاتی، فوتی، اون وقت یه مرتبه ببینی یکی دو سال عقب میفته. بله خانم؟ بله؟ بله بله. همه حرفا تموم شد، همه عروسانو زیارت نکردیم. سلام. به 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 به. سلام عروس خانوم. سلام خانوم. بگی بیشیم بچه. بچه بگی بیشیم. چیکار تو نمیتونی جلوی این بچه تو بگیری؟ چیکارش کنیم تو اینجور؟ جلوشو بگی اینقدر برجه برجه نکنی. ببخشین این پسره از صبح همه رو عاجز کرده. شرمنده. عیبی نداره. میبخشین. عیبی نداره. بچه هست دیگه. اذیت میکنه. خودتونه ناراحت نکنید. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. بیا دیگه. خیلی متشکرم. واقعا که این چایی خوردن. ببخشید. ممنونم. بگی بشه بچه. مرد چرا عجله میکنی مرد؟ فکر آبرومون نیستی؟ فردا میگن هول شدن دخترشون رو دادن رفت. من میخوام هرچه زودتر عروسی محبوبه تموم بشه تا بتونم تو رو طلاق بدم. حالا فهمیدی؟ چی فهم شدی؟ من حاضر نیستم عجیبه ها. چی عجیبه؟ این همه عجله برای چیه؟ نکنه کاسه ای زیر نیم کاسه باشه. مامان بابا آتش بس یادتون رفت؟ چرا آتش بسه؟ برای برای میدونی اگه مامان بفهمه دارم بهت قضا میدم چی کارم میکنه؟ حالا هی ناز کن. با کی داره حرف میزنه؟ بیا بخور، بخور دیگه. چی کار داری میکنی آقا پسر؟ نه یه جلو، نزدیک باغچه نه یه همونجا واسا. خب دیگه با اجازه زحمت کم میکنم. پس من زودتر برم در رو باز کنم. ببخشید. ببخشید. خیلی خوشحال شدم. بفرمایید. خدا نگهدار. خیلی ممنون. خدا حافظ. بفرمایید. خدا حافظ. سایتون کم نشه خانم. خدا حافظ شما. خوش آمدید. قربان شما. خانم دشمن شما بفرمایید. از اون طرف به هر حال من برای آسایش خون و این جور چیزا حتما اینکه دور دیگه بهتون سر میزنم. باشه الان میام ان شاء الله امتحانات محبوبه که تموم شد بازم خدمت میرسم. شما بفرمایید من میرم میارمش. حتما تو حیات داره بازی میکنه، گیرتون شور نزنه. الان
باشه فدای سرش گلوبوته نداری که بشکنه. الان پیداش میکنم و میارمش. کجا رفتی؟ فرار از خانم نگران نباشین. محسن داره با برادرم بازی میکنه. شما تشریف داشتید. محسن میارمش. نگران نباشین. پسری تماشا میکنی؟ مگه نگفتم اینجا نیا؟ برو دیگه. چرا؟ محسن. من میام. آقا محسن. شما بفرمایید. بفرمایید خانواده من. اینجا. محسن تو محسن. دیمن. این دیگه چی؟ بفرمایید بفرمایید. آقا دایی. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. میبخشید. اینا که میگفتن در قفل کلیدش هم گم شده. چی بگم بادم؟ دختر دو سه روز ماتم گرفتی که چی بشه؟ نه دانشگاه میری نه به خودت میرسی. حداقل یه سری به یاسمین بزن. پاشو مادر، یکی نیست به ایشون بگه تو خونه که جای شطور قایم کردن نیست. بفهمید کجا ببرمش؟ خیلی جا بابا جون، گاراژی، پارکینگی. الو بفرمایید. بس سلام خانم آشتیانی، قربونتون برم. حال شما خوبه؟ هر وقت که میلتونه. بله خیلی خوبه. خداحافظ، سلام برسونید. مادر بهروز بود، فردا صبح میان اینجا که بریم آزمایش خون. بابا، حالا که به خیر گذشت، این شطور از اینجا میبرید؟ مرد بابا حرفه میش، اما محبوب جسوس، به خاطر تو آتیش بس رو ادامه میده. جون آتیش بس. درباره شطورم فکرشو کردم. اینجوری هم دهن مردم بسته میشه، هم خانواده آشتیانی شکشون از بین میره. بپر ماژیک و کاغذ برده میاد. چشم. مادر جون خدا خیرت بده، میشه اینو برام بخونی ببینم چی نوشته؟ نوشته یه نفر شطور پیدا شده، خواهشمند است با دادن نشانی آن را تحویل بگیرید. آدرس همین خیابون، منزل دشمن. شطور پیدا شده؟ یعنی چی؟ مگه میشه؟ نه بله باور نمی کنم. الان هم تو خونه داره شاخ و برگ میخوره. فکر میکنی جدا شدن از همدیگه هنره؟ شطور از خونت ببر بیرون، قباحت داره، زشته. تو خونه باشه بهتره، حداقل نشینی که با دیدن شطور از من حساب میبری. تو باغچه یه مترسک باشه دیگه جیک نمیزنه. من که تو حلش نکنم از جام بلند نمیشم. کاش همه مشکلات مثل مسئله شیمی حل میشد. معلوم میشه آتش بس مؤثر نبوده. دلم خوش بود بابا بازنشسته میشه، دست مامانو میگیره، را میفتن میرن سیاحت و زیارت. چه میدونستم به جون هم میفتن. چه بعد فقط ضعفای همدیگه رو بردن زیر میکروسکوپ. دیگه دارم داغون میشم. به نظر تو چه راهی میشه پیدا کرد؟ صدا تو بیار پایین. ببین چطور دل همه رو سوزوندی، اشک همه در اومد. یافتم کاتالیزور. آخه خواهر جون کی باور میکنه در یه خونه باز بشه و یه شطور هلوفی سر بخوره تو؟ منم که باور نکردم. بهروز گفت به روی خودت نیار، مسئله نیست. از قدیم گفتن آدم عاشق کوره. داداش جون حالا شما چی صلاح میدونین؟ باید زودتر از اینا اقدام میکردیم. تحقیق که با من هر چه کرد آن آشان کرد.
پیدا. احمد. بله بابا. چرا این تلفن قطعه؟ من نمیدونم. بهش بگو یه روز آلبوم تمر رو قایم میکنه، امروز هم تلفن خراب کرده. محمود بهش بگو چرا هر مشکلی پیش میاد میندازه گردن من. تقصیر منه که میخواستم تلفن کنم بیان لباس شویی رو درست بکنم. وای مثل اینکه مریم اینان. مریم اینان چرا اینطور بی خیال وایستدی من؟ سلام قرار نبود به این زودی ها بیان. آره منم تو همه فکرم. آخی بازم خونه. چطوری خالی جون حالت خوبه؟ اینجا چی کار داری میکنی؟ نظر شما گرش اسمی این که شطوره؟ فکر کردی اومدی شکار؟ آخه شطور اینجا چکار میکنه؟ بابا پیداش کرده. بله پیداش کرده؟ بله دیگه پیداش کرده. مریم جون اومدی؟ سلام مادر جون. سلام قربونت برم. سلام بابا قدمتون خوش آمدید. خوش آمدید دختر گل. سلام داماد عزیزم. وای اینا ترا خدا جانم جان نیما کوچولو بیا بغل بابا ببینم بود. آره شما خوبه. محمود سر تفنگ بگیر بابا. محمود حالا چطوره عزیزم؟ خوبی بابا؟ خوبه الحمدلله. بهرام چمدوناشونو بیار. مثل اینکه نقشمون گرفت قاتلی زوره عزیزم. زودتر از اینا مگه تلفنی نقشتو میگفتی ما خودمونو میرسوندیم. من میارم آقا جون. جونم برو تنگ شده بود داداش کوچولو. بیاین تو. چقدر بهت گفتم تو هم اداره رو ول کن و بیا تو بازار به خرجت نرفت که نرفت. اینو میبینی؟ یه ها یه شبه 1,000,000 رفت روش. مرد دل بکن از این چندر قاس حقوق. ول کن دیگه. هر وقت اومدم ببینمت میخوای منو وسوسه کنی از همین آب باریکه هم دست بکشم. سزای تو همون آب باریکه است و بس. ببینم حالا برام تحقیق کردی؟ بیا تا وسط بگم. بفرمایید. خیلی ممنون. 10 سال تو اداره باهات همکار بودم. اگه به خاطر رفاقتمون نبودا لام از کام باز نمی‌کردم. خب بگو چی شنیدی؟ بگو چی نشنیدی؟ رفتار عجیب غریب دشبان و اون شطورش شده نقل مجلس شب و روز در و همسایه. اون که میگه شطور رو پیدا کرده. خب بایدم بگه. مرد مگه شطور سوزنه که گم بشه؟ میدونستم که کاسه ای زیر نیم کاسه است. موضوع از کاسه و نیم کاسه گذشته. باید چشم و گوشت خوب وا کنی. دشتبان آدم خطرناکیه. خوب یادم چند وقت پیش به یه سفر مشکوک رفته بود. بیا اینو نگاه کن. سوداگران مرگ به سراغ شطورها میرون. اونم که شطور داره. خب این از وضع شکارت که کساده. کاسبیت چطوره؟ اونم تعریفی نداره. بفرمایید. تا یه جنس تازه میاد بازار اونایی که قبلا خریدیم دستمون شما بفرمایید. مثلا همین ضبط و پخش تو میخوری مادر؟ چقدر عوض شده. استریو، دو کاسته، چند بانده، دیسکی. هنوز این نیومده اون قدیمی شده. آقا جون یادتونه یه گرام قدیمی داشتین؟ تو یکی از ماموریتاتون خریده بودین. تا همین چند وقت پیشم همینجا بود. آره دختر هیچ گرامی مثل گرامای قدیمی پیدا نشد. یادت اختر خانم؟ آره خاطرات جوونی ها زنده میگه. یادت اولین صفحهی که با هم گوش کردی؟ شو خزن شو
بقیهش یادته اختر؟ نه منم یادم نمیاد. یعنی کی؟ چه میدونم. کیه این وقت روز؟ آمدم. چه خبر اینقدر در میزنی؟ سلام عرض شد آقا. سلام، کاری داشتی؟ شنیدم شما یه شتر پیدا کردی. خب بله، منظور چیز راستیتش ما شترمو گم کردم. تمام این شهر دنبالش گشتم، محله به محله، تا بالاخره چشم به اعلامیه مردم. از کجا معلومه این شتر همون باشه؟ میتونم نشونیاشو بدم، رنگش قهوه‌ایه. مرد حسابی، مگه شتر سبزم پیدا میشه؟ یه نشونی مهمش اینه که یه لکه سیاه رو گردنشه. اتفاقا رو گردن این شطور هیچ لکه مکه ای نیست. شما مطمئنین آقا؟ بله. ببخشید مزاحم شده. قباز، تو اگه دوچرخه هم داشته باشی با صد تا قلو زنجیر میبندی، چه برسه به شطور. بعضی ها میگن دشبان زده به سرش، پیدا کردن شطورم دروغه. آخه میدونی کاراش یه جوریه، تقصیرم نداره، آدمیزاد همینه دیگه. پیر که شد منظورم رو که میفهمی. خوب شد گوشت شطور نخواستی، اگر نه حسابی داغ میکرد. از وقتی که سر کله شطور تو محل پیدا شده همه حواس گوشت شطور کردن. بپر بالا. حق رفاقت رو به جا آوردی رضایی، ممنونت. از گفت همه نشونیاش غلطه ها؟ ای ناکر، داشت یادم میرفت تو حیات خونه شون یه آدم کتکلوفت سیبیلو وایستاده بود به این هوا. یه توفنگم تو دستش بود. اگه مسلسلم دیده بودی باور میکردم. چی گفته؟ مسلسل؟ قربونت، من زن و بچه دارم. خب داشته باش. پای ما رو تو جنگ و جنایت نکش. وایسا وایسا. چی کار داری میکنی؟ وایسا خیلم کار رو داشته. چی کار داری میکنی مرد؟ تو شهر دستمون ندادی بزن برم. فقط یادت باشه شطور دیدی؟ ندیدی؟ شطور دیدم ندیدی. الهی شکر فرشم که بخریم جهیزیه محبوب تکمیله. این یکی هم ناییه، هم نقشش هم بافتش. خوش نقشه، بافتش هم ریزه. اصلا قشنگ نیست، بافتش درشته. این کرمانیه، هم نقش هم بافت. خیلی قشنگه، زیباست. تو اصلا قالی میشناسی؟ به اینم میگم فرش؟ سلیقه که نداری. راست میگی، اگه داشتم که خواستگاری تو نمیمدم. مریم، فکر میکنی اگه ببریمشون پارکی، تفریگاهی، جایی خوب باشه؟ آره خوبه. اصلا میدونی چیه؟ به جایی 9 متری دو تا قالیچه بخریم، هر کی به سلیقه خوده. همونیه که میخواستم. خودشه. عجب سلیقه مشترکی. جهیزیه محبوب جور شد. بالاخره انتخاب کردی. بله. مبارکه. بله.
بزرگ، ببین چی کشیدم. آقا بیا ببینم چی کشیدی پسرم. این خونه است. این شطورم تو این محمود برام کشید. آره کلا، به مادر بزرگت نشون بده. ببین چی کشیدم. ای محمود، چرا اینجوری بهم نگاه میکنی؟ تقصیر باباست که شطور رو آورده خونه. آره دست برست بابا جو، اینم خونهشه. آره بابا جو، بچه ها تو نقاشیشون هزار تا خونه میکشن، اما بعضی ها یادشون رفته بابا جون با چه جون کندنی قسطای این خونه رو دادم. یادشون رفته سگ دو زدنا و خونه نبودنا به خاطر راحتی کی بوده بابا. مام بزرگ، بابوزرگ چی میگه؟ چه میدونم مادر، نمیدونه که این بچه ها مریض که میشدن چجوری میبردم تو این بیمارستان، اون نمیدونم درمانگاه بدون یار و یاور. هنوز نگفتی خلافشون چیه؟ خلافای بزرگ، خطرناک، خلافایی که با چطور و تفنگ انجام میدن. تفنگ؟ یا حضرت عباس؟ نه ترس، تا من زنده هم نمیذارم یه مو از سر بهروز کم بشه. داداش من همین یه پسر رو دارم ها، باید مدرک بیشتری داشته باشم. گفتی مهمونی کیه؟ پس فردا. شاید این مهمونی فرصتی باشه تا بتونم مدارک لازم رو به دست بیارم. باید شیشتونگ حواسمون با اونا باشه. داداش خطری پیش نیاد. فعلا به بهروز چیزی نگو، فقط تو به یه بهونه چاپ کارت عروسی رو عقب بنداز. بفرمایید بهروز خان. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. من بفرمایید بفرمایید. من خودم کسایی رو میشناختم. خیلی ممنونم، میل ندارم. من خودم کسایی رو میشناختم. ممنون دخترم. چی بردارم؟ آها این خوبه. ایشالا با هم خوشبخت. این زیر امید خدا. راستی دیروز دانشکده نیومدیم؟ بله راستش میخواستم بیام ولی برامون مهمونی اومد. آره میدونم میدونم، مثل که این روزا سرتون خیلی شلوغه. بله خواهرم و شوهرش از شهرستان اومد. تنها نشستیم. بفرمایید بفرمایید، سرتون رو گرم کنید. خواهش میکنم خواهش میکنم. خوش آمدید. میگم خیلی به هم میاد. بله بله. نه خیر، متاسفانه بازار خیلی کساد شده، یعنی میدونی دست زیاد شده. بله آقا با این وضع نمیشه کار کرد. بوشی دستتون امو گرش اسمی تلفن. با اجازه. تو رو خدا یه چیزی میل کنی. مادر یه بشقاب بزنی. الو بفرمی. سلام چطوری؟ بفرمی. قیمتش چی؟ تعارف اگه فکر میکنی تو نیست جورش کن، همه رو به همون آدرس رد کن بده. آره اگه میخواستم بترسم که سراغ این کارا نمیرفتن. شوخی کردم، اگه بتونیم اجازه صدور این بخاریا رو بگیریم سری اول میفرستیم ترکمنستان. نباید عجله کرد، اول باید مشتریشو پیدا کرد بعد اقدام. اونور مرز شوخی نیست. مرز؟ حال من حرفی ندارم. اگه فکر میکنی هیچ مانعی قانونی نداره، من مخالفتی ندارم. منظورم آقای مرزبانه، چاپخونه داره، از دوستانه. خب دیگه قرار کارتای عروسی رو چاپ کنه. از همه پوزش میخوام، یه کار واجبی پیش اومده، تا موقع نهار حتما برمیگرد. برو عزیزم به سلام. با اجازه. به سلام. این هم از شغل آزاد. آدم همیشه باید آماده باشه. بله بله. داشت یادم میره. داشت یادم میره. چیه؟ چی شده دایی؟ قرارمون با آقای مرزبان کارتای عروسی. پاشو پسر. دایی چون آخه این بلند شو پسر، وقت تو تلف نکن. بلند شو مرزبان. دایی چون کجا میری با این عجله؟ بهروز چی شده؟ آه.
دایی جون آخه قضیه چیه؟ اونهاش داره میره، برو سوار شو بعدم برات میگم. یه جون دیگه بیا بالا سوار شو دیگه. شما در باز کن. بیا اینم در بیا بالا بجون. چی شده؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ سرتو کردی تو لاک و خبر نداری دوره برات چی میگذره؟ روزا تو آزمایشگاه، شبام که سرت تو کتابه. چی کار داری میکنی دایی جون؟ اینجا طرز رانندگی مواظب باش. تو باید مواظب باشی که چشم بست عاشق میشی. خیلی خب بگو چی شده دایی جون؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ بریدن و دوختن و تیر کردن. این حرف ها چیه؟ من خودم قبول کردم. آره مهلت ندادن که تو حرف بزنی. تا اومدیم بشینیم قرار همه چی دایی دایی چشماتو باز کن جوون، هنوز خیلی خامی. من و مادرت این همه زحمت کشتیم تا تو رو به اینجا رسوندیم. اگه میذارم تو رو بکشن تو دام خودشون. آخر خوندن. آخه دایی جو به من بگو چی شده؟ چی شنیدی؟ چی دیدی؟ سر بزنگا که مچشون رو گرفتم، خودت پی میبری شطور، تفنگ، این ور مرز، اون ور مرز، یعنی چی؟ وایسا، وایسا دایی، تا نگی چی شده باهات نمیام. دیگردار. بس گوش کن. معامله رو گشگاسبی جوش میده، دشتبان محموله رو جا به جا میکنه. حالا فهمیدی؟ قاچاق پسر، قاچاق. قاچاق؟ مسخره است. وقتی شکوری گفت منم برام سخت بود باور کنم، ولی بعد همه چی برام آشکار شد. شکوری دیگه کی؟ آقای شکوری. گمش کردی، گمش کردی، همش تقصیر تو شد، نذاشتی حواسم سر جاش باشه. من چه دایی؟ دست از سرتون بر نمیدارم سوداگران من. بابا دایی این کارا چی؟ آبرمون رفت. بشین پسر. نه اینجوری نیست بابا، اینهاش این همینه. میگم اینجوری نیست. نگاه کن. نه خیر اصلا این تو نیست. گوش کن بابا، من چی میگم؟ یه لحظه تشریف میاری؟ بله. چی کاری داره؟ تو ادامه بدی تو مبرش. میخواستم اگه میشه یه مسئله. خب بفرمایید. یه چیزی میخواستم ازت بپرسم. البته خیلی واضح جواب من رو بده. ببین سوی زنهایی که برای داییم پیدا شده دارین ازدواج رو به هم میزنه. چه سوی زنی؟ واضح بگم، سوال من درباره شطور. راجع به این موضوع بعدن صحبت میکنم. یه لحظه صبر کن. خواهش میکنم ببین چی بگم. من باید بدونم که شطور تو خونه شما چیکار میکنه. چرا مردم پشت سرتون این حرفا رو میزنن؟ مگه مردم چی میگن؟ مردم میگن شما با شطور قاشق هم میکنی. چی؟ آره؟ این چه وضعشه؟ دفعه دیگه نمیتونی دردی با اون قاچاقی که همراته رسوات میکنم. چیه؟ چه خبره که اومدم؟ ایوا چیه؟ چی شده؟ بگو محبوبه چه بلایی سرت اومده؟ آخه بگو ببینم چته؟ چی شده؟ ایوا محبوبه چی شده؟ نمیدونم والا، هر چی میپرسم که نمیگه. چقدر التماس کردم، چقدر گفتم بابا دست بردارید. چی شده؟ مگه من چی کار کردم؟ چی شده؟ آبروم رفت. بگو حرف بزن چی شده؟ بهمون میگن قاچاق. چی همچی حرفی رو زد؟ مردم، خانواده بهروز، همه. همه ماجرا همین بود که براتون گفتم. شما خیلی ناراحتش کردین استاد. همه برخوندم، برگم بده. همه برگم بده. همه برگم بده. الو، الو، الو،
الو آقا جون آقای منو ببره برید کنار بابا بیکشم همه تقصیر توه تو باعث این آقایی شدی میکشم تا شر تو هستم بابا برش 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 خودم رو میکشم دشبان یه دنده و مغرور رو که همه تون از شر را آقا جون چرا خودم را خودم بابا میکشم میکشم همش غلط از آب در اومد چه فکرایی چه اشتباه شما هیچ میدونی که شکوری محبوبه رو برای پسرش میخواسته نه آره تا آخرش خوندم ای ناکس این معرفت با آبروی مردم بازی میکنه بیرم کن ببینم تو چی داری میگی؟ آخه نامرد چرا منو گول زدی؟ چرا با اون خونواده تو مقصدی؟ کیوان! کیوان! برو در ببند! در ببند! بگیر! کیوان! یا چه شده؟ چه خبر شده؟ آقایون برای چی ازدهام کردیم؟ بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید اینجا رو خلوت کنیم بفرمایید خواهش میکنم شما بفرمایید سلام آقای دانشتوان سلام حال شما بفرمایید یعنی برم؟ بله خواهش میکنم آی بابا شطور من اینجا نیست؟ کیوان چه بلایی سرت اومده کیوان آقای شکوری چی شده چی شده شطور میبینی شطورتون چی به روزگار ما آورده به افتخار پدر عروس دست بزنید متشکرم خواهش میکنم خیلی ممنون
فرود؟ به افتخار داماد دست بزنی. دیدی بالاخره تو بازنشستگی روزای خوشی هم هست. خب بالاخره مثل این که شطوره به چنگ تو نیافتاد. نه بابا، آقای دشتبان با اون قلب رعوفش مگه شطور رو میده دست من؟ بخشیدش به باغبان. محمود بیا بریم با هم یه عکس یادگاری بندازیم. آخ جون، بازم اسمم محموده. بریم. خیلی خوش آمدیم. صفا بودیم، خوش آمدیم. بابا یه خورده لبخند بزنی. مبارک باشه محبوبه. لبخند دوشیزه محبوبه دشتبان. آیا بنده وکیلم شما را با مهر معلوم به عقد آقای بهروز آشتیانی درآورم؟ پدر عروس خانم تشریف بیارن اجازه بدن. با اجازتون. خواهش میکنم. خواهش میکنم آقا جون. بفرمایید. خواهش میکنم. مادر من نشنیدم مهریه عروس چیه؟ شما نگران مهریه نباشید خانم بزرگ. مادر یه جلد کلام الله مجید و 12 سکه بهار آزادی. طبق رسم و رسومات فامیل مهریه عروس باید 2 نفر شطور باشه. یه شطور کم بود، حالا شد 2 تا. دوشیزه محبوبه دشتبان، برای بار سوم بنده وکیلم با اجازه بزرگترا. بله مبارک. ببخشید میشه یه لحظه خانم‌ها تشریف ببرن تو اتاق؟ میخوام یه عکس خانوادگی بگیریم. خیلی ممنون. آقای دشتبان شما برید اونطرف. اجازه بدید آقای گشتی. اصلا خانم شما بفرمایید. بله بله. شما بفرمایید. اینا چون؟ یه خورده جمع کرد. جمع تر عکس بگیریم. اونجا رو نگاه کن. راستی جای یه نفر خالیه ها. خب حاضر؟ حاضریم. Oh, my God.